صفحه آخر امشب اختصاص دارد به خرافات و مرز خرافات با مذهب در ایران. پرده آخر هم در آخر برنامه. ولی قبل از شروع برنامه اجازه بدین که من اول درباره 13 به در بگم براتون خیلی کوتاه. رسم میگیم بریم نحسی 13 رو از تنمون بیرون کنیم، 13 به در کنیم. 13 رو از تنمون به در کنیم. از کجا آوردیم اینو؟ این نحسی 13 و این رسم که امروز بوده. در تاریخ ایران 13 به در هیچ ربطی به نحسی نداره. یعنی عدد 13. حالا اینکه خود نحسی چیه و چقدر عالمانه و عاقلانه است بماند. هر جا از 13 سال تو کتاب‌ها و متن‌های تاریخی صحبت شده، همه برعکس اون چیزی است که مرسومه، یعنی نحسش میدونن. نمونش که بسیار مهمه این کتاب، آثار الباقیه ابوریحان بیرونی. این آثار الباقیه که از زیباترین و دقیقترین حوادث تاریخی مربوط به نوروز و چهارشنبه سوری و غیره رو ثبت کرده، ثبت تاریخی کرده. تو این کتاب و آثار فراوان دیگه‌ای که درباره نوروز باستان آثار تاریخی که آمده است، این است که بعد از تموم شدن 12 روز بعد از نوروز، روز اول سال جدید، 12 روز که تموم میشه که نشانه تموم شدن 12 ماه سال گذشته است، روز 13 مردم میرن دشت و صحرا و شادی میکنن و آرزو میکنن که سال پرباران و برکتی داشته باشن. بعد نحس شدن عدد 13 که بعدا نحس میشه، ربطی به تاریخ باستان، ایران باستان نداره. میگن دو ریشه داره اساسا. یکیش که اجازه بدین از عبدالعظیم رضایی براتون بخونم در کتاب اصل و نسب و دینهای ایرانیان باستان که میگوید پس از اسلام چون اعراب 13 همه ماهای قمری را نحس میدانند، به نادرست در ایران 13 نوروز هم نحس پنداشته شده است. از وقتی اسلام یه ریشش اینه. یه عده میگن که افسون بر این نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون از عبدالعظیم رضایی، تأثیر باورهای مسیحی و در واقع خرافه های مسیحی و بسا خرافه های اروپایی به طور کلی بر جامعه یکی دو قرن اخیر ایرانه که ارتباط با اروپا و اینا در واقع ایجاد شد و باعث شده است که 13 نحس تصور بشه، چون که از خرافه های اروپایی همین نحسی عدد 13 است که خیلی هم رایج. آمری هستن که با شما قایم موشک بازی میکنن. خناس این موجودی که قایم موشک بازی میکنه. خب اینا جنود شیطان میتونیم بهشون. بله دیگه، میگه اینا جنود شیطانی هستن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه. من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس. یه عده از انسان ها میرن یه راههایی رو طی میکنن، با جن مواجه میشن، با جن جهه فیزیکی پیدا میکنن، پیوند برقرار میکنن. با نتیجه چی میشه؟ بیدینی این انسان، انسان از راه بدر میشه، بدبخت میشه، در گمراهی فرو میره. قدرت های مادی جن بیش از انسانه، تیول عرض میکنه، یعنی با سرعت به هر حال بالایی حرکت داره، سرعت جابجایی داره تا عمق اقیانوس. یعنی الان ما هر زیر دریایی ما تو هر عمقی نمیتونه وارد بشه تحت فشار، یعنی تو عمق اقیانوس اینا میتونن فرو برن. از جنیا اونم تو قسم شرورشون بنایی و غواصی کار اونا بود در حکومت حضرت سلیمان، مردم هم میدیدن. این جن بعد از اسلام دیگه ارتباط فیزیکیش با انسان ها قطع شد. اینه که مردم خیال میکنن تو اسم جن میاد میگن فلانی از مثل جن از بسم الله میترسه، فکر میکنن همه جن ها شرورن. نه، این جن کافر هست که از ذکر خدا وحشت داره و پا به فرار میزنه. ببینید یه تیکه هایی بود از یکی از قصه هایی که درباره جن سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میکنه. مردم هم البته بخش هایی از جامعه به همین چیزا اعتقاد دارم. نمیخوام ایش توضیحی درباره این فیلمی که دیدین، مثلا میگه از بعد از اسلام دیگه جن ارتباط فیزیکی نداره با انسان. چرا؟ چرا نداره؟ مثلا ذکر خدا که میگه جن از بسم الله جن شرور میترسه، مگه قبل از اسلام خدا وجود نداشته؟ و غیره و غیره. اصلا خود ماجرا ببینین، از یکی از
بستگانم که بسیار آدم متدین است. پرسیدم که این جن رو چجوری توجیه میکنی تو؟ گفت این که دیگه وجود داره، شکی نیست، چون تو قرآن اومده. موضوع امشب صفحه آخر همینه، کجاست مرز خرافات و مذهب؟ نوروزی رو که مهمترین روز در تاریخ کهن ایرانی است و هیچ ربطی به اسلام نداره برگزار میکنیم، سال نومون اون وقت با دعایی که نمیدونیم از کجا آمده به عربی شروع میکنیم. ربطی هم به بعد از انقلاب نداره. شاهمون قبل از انقلاب از اسب که داشته میافتاده، حضرت ابوالفضل آمده زیر بالشو گرفته که یه وقت صدمه نبینه وقتی میافته. بعد انقلاب که میشه عکس امامو تو ماه میبینیم ما. بعد تعداد امامزاده هامون از 1000 خورده‌ای تا سال 57 میرسه به حدود 11000 تا امروز. امامزاده های مرده رو میگم و امامزاده های زنده هم داریم. 20 آبان 94 آیت الله سید احمد علم الهدا در گرد همایی مسئولین ستادهای نماز جمعه استان خراسان با بیان اینکه امام جمعه هر شهر در نقش امامزاده زنده آن شهر است، گفت بنابراین شما باید از امام جمعه شهرتان محافظت کنید. فقط دلیل قدرت نداره این بازی ها، دلیل اقتصادی هم داره، نه فقط برای حکومت، برای سوداگرانی که حالا میرسیم به حق بازی ها. برخی از متخلفان و سودجویان برای رسمیت دادن ملکیت خود بر زمین‌های اطراف و اینکه آنها از گذشته در این منطقه بودند، اتاقکی درست کرده و گفتند اینجا محل دفن یک امامزاده است. ببینین اینقدر رقابت بالا میره، چون سوداوره دیگه سر امامزاده سازی، که یقه هم دیگر رو میگیرن. غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان اوقاف در زمینه تولیت امامزاده ها و مسائل اقتصادی، این سازمان رو یک زمینخوار بزرگ توصیف کرد و گفت که با توجه به چند برابر شدن آمار امامزاده ها، مردم سوال میکنن که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است. حالا امامزاده هایی که تحت مدیریت سازمان اوقافه که زیر نظر جانشین امام زمان یعنی ولی فقیه، درآمد سالانه شون چقدره؟ همه رو که نمیگن، فقط یکیشو ببینین بعد میتونم میشه حدس زد. نزدیک 5 میلیارد ریال یعنی 500 میلیون تومان درآمد، 1.5 میلیارد ریال یعنی 150 میلیون تومان مخارج، که بخشش هم مخارج کارکنانه، یعنی متولی و آخوند و روزخون و اینا. این 150 میلیون تومان از 500 میلیون تومان که کم کنین میشه 350 میلیون تومان درآمد سالانه فقط یه امامزاده. 350 میلیون تومان مفت. مفت که چه عرض کنم، به قیمت بدبختی مردم بدبختی که میان از سفرهشون میکنن میریزن تو امامزاده. آماری که رسما اداره اوقاف شهر ری اعلام کرده، 11000 امامزاده رسمی تو ایران داریم، یکیش درآمدش 350 میلیون تومان. در مجموع میشه سالی چقدر؟ بعد این یه راه سوء استفاده است. از هر راهی بشه این سوء استفاده از باورهای مردم ساده انجام میشه. ببینید نزدیک نیشابور محلی است که بهش میگن قدمگاه امام رضا، دوره شاه عباس صفوی ساختنش. داستانش این است که داستانی که براش درست کردن این است که امام رضا در جریان سفر از مدینه به مرو که به دعوت خلیفه وقت انجام شد از اینجا رد شده، جای پاش هم هست، برای همین قدمگاه ساختن اینجا که مقدس و قبه و ذریح داره و زیارتگاه ذریح داره که جای پا رو گذاشتن اون. مردم زیارت چی میکنن اینجا؟ ببینین زیارت اینو میکنن. این عکسیست از محصول قدمگاه امام هشتم که میفروشن 1000 یه قالب کف پا درست کردن با مس و برنج و روی و دیگه بستگی به قیمتش داره که قابه چند قیمتش، اون برنجی خب گرونتر اون از اون که رویه، به اسم جاپای حضرت میفروشن. جاپای امام رضا رو خاک از 1300 سال پیش تا حالا پاک نشد، 1400 سال پیش تا حالا پاک نشد، پول دیگه. حالا جانشین امام 12 را میره قدمگاه درست میکنن، مثل قدمگاه امام 8 که جاپاشو دیدین. سرهنگ پاسدار ابراهیم حسینی معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان
در جریان هماهنگی نیروهای مسلح و دولت گفت قدمگاه رهبر معظم انقلاب در دزلی از جمله نقاطی است که مورد بازدید زائران راهیان نور قرار میگیرد. خدا بده برکت. خامنه ای هلیکوپتر سوار میشه، هر جا هلیکوپترش بیشینه میشه مقدس. ببینین این عکس‌ها رو، انگار مسئولان استانی دارن پروژه مهم اقتصادی رو کلنگ میزنن، جمع میشن و کف میزنن و کف میکنن و صلوات میفرستن. این طوریه که جانشین امام زمان باورش میشه که اگه یه دستی به سر یه مریض متوهم بکشه طرف شفا پیدا میکنه. بعد ببینین که آقای خامنه‌ای، فیلمش قبلا نشون دادیم، کوتاهه، ببینین این کلیپو برمیگردیم. من بکشید من اردو خراب یا زهرا. چه فرقی میکنه با دعا نویسی و اعتقاد به جادو جنبل به جای اتکا به علم امروز پزشکی؟ میگن 70 تا قول هو الله بگو فلان مشکلت حل میشه، یه دور تسبیح صلوات بفرست ثواب 5 تا حج رو میبری. خب چرا یه عده سوچو از این حرفا جیباشون رو پر نکنن؟ تجار چینی در سال گذشته میلادی از فروش اقلام فرهنگی و مذهبی تولیدی خود در بازار مشهد مقدس بیش از 500 میلیون دلار کسب درآمد کردند. این اقلام عمدتا شامل جانماز، مهر و تسبیح، قبل نما، رکعت شمار، صلوات شمار، چادر نماز و غیره بوده است. خب این وسط هم کلی آید متولیان آستان مقدس قدس رضوی شده دیگه، دلالایی که دوروبرشون من از این معامله ها سود میبرن دیگه، پول دیگه، نه دین و ایمون داره نه اخلاق. اینه که حکومت رو رام اندازه. این یکی از این مدلای رقابت اقتصادی میخواستم، واقعا رقابت حقبازی، رقابت سوداگری رو تو بازار ببین. همیشه یادمان باشد تحت هیچ شرایطی نماز را ترک نکنیم. پای مهر حضرت دستگاهی است برای ادای فریضه نماز جهت بیماران و افراد سالمند. این محصول با کیف حمل رایگان که در آن یک پایه و سه قطعه جدا از هم و یک دستگاه مهر رکعت شمار حضرت که به آسانی نصب می‌شود قرار دارد. پایه‌های آن دارای گیره‌های درونی است که هنگام سجده افت ارتفاع پیدا نکرده و با دستی که روی پایه تعبیه شده تعادل نمازگزار حفظ می‌گردد. من به تازگی جراحی قلب باز انجام دادم و نمازم را به راحتی با پای مهر حضرت می‌خونم. با پای مهر حضرت هیچ وقت نمازم ترک نمی‌شه. خوبیش اینه که ارتفاعش هم به اندازه دلخواه قابل تنظیمه. برای تهیه این محصول عدد یک را به سامانه 56 پیام کنید. پای مهر حضرت. اینا چه ربطی داره انصافا با اون مفهوم عرفانی و نمیدونم بشه گفت الهی نمازی که متدینین به خاطر ارتباط خصوصی شخصی قلبیشون با خدا تصور میکنن؟ اینا بدون مجوز حوزه علمیه امکان نداره بتونه تولید بشه و بیاد تو بازار. یعنی بدون حق حساب گرفتن آخوند حوزه علمیه از این تاجرها امکان نداره چرخ اقتصاد آخوندی بچرخه. بعد وقتی دولت میبینه که اینطوری میتونه حوزه علمیه رو با خودش همراه بکنه، خب میره رسما پول میده به حوزه علمیه. ببینیم فاجعه رو، پول میده به حوزه علمیه تا برای بهبود وضع مملکت دعا بکنن آخوندا. این چه پول مفتی گیرش میاد آیت الله به طور کلی آیات اعظام و حجج اسلام. رئیس ستاد مدیریت بحران کشور اعلام کرد از حوزه علمیه برای بکارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی استفاده می کنیم و در مرحله اول با حوزه های علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز تفاهم نامه امضا کردیم. ببینید وقتی بشه یه مقام دولتی بیاد در رسانه ها با صراحت بگه دولت پول میده با اخوندا که دعا بخونن واسه جلوگیری از زلزله و خشکسالی، یعنی تمام اون چیزهایی که شما باید کلی دانشمندانه از جدیدترین و پیشرفته ترین علوم روز استفاده کنین تا بتونین ببینین که چگونه باید برنامه ریزی کنین در برخورد با این بلایای طبیعی، وقتی که اینجوری میرن سراغ آخوند، دولت میره پول میده آقا دعا کن برای این قضیه، یعنی یک برنامه دولتی است تو این مملکت، نباید تعجب کرد که اگه مردم باور میکنن هر قصه ای رو که حکومت روحانیت و حاکم بیاد درباره پیغمبر اسلام و ائمه بگه،
از افیر الاغ محمد که باش میره بالای آسمون هفتم که مثل که خدا فقط اونجاست و قصه های عینی درست میکنه از معراج رفتن محمد و بارها از علمای اعلام شنیدیم تا غیبت صغرا و کبرای امام دوازدهم که تو همون دوره غیبت کبرا که تا الان هم ادامه داره 100 سالی بعد از شروع غیبت کبرا میاد امام زمان با شیخ مفید نامه نگاری میکنه دستخط امام دوازدهم هم درست کردن هست اینا کجا اومده؟ به هارالانوار محمد باقر مجلسی دوره صفویه 1100 سال بعد از ظهور اسلام بعد من داشتم درباره این به هارالانوار میخونم نم نوشته که در زمان مؤلف در 25 جلد چاپ شده در چاپ جدید در 110 جلد منتشر شده است به یمن حضور جمهوری اسلامی ایران سه تا نامه از امام زمان به شیخ مفید هست عرض کردم دیدین دیگه با دستخط امام زمان کوتاه میگم که اصلا محتوای این نامه ها چیه تا خودتون راه ببرین با آنچه که بوده است نامه اول از اونجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نص اینا رو امام زمان میگه ها به شیخ مفید نوشته از آنجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نصایح ما صادقانه کوشیدی خداوند این افتخار را به شما ارزانی داشته و به ما اجازه فرموده است که با شما مکاتبه کنیم شما مکلف هستید که اوامر و دستورات ما را به دوستان ما برسانید یعنی اینجوری شیخ مفید میشه همه کاره شیعه های زمان خود قدرتی میشه نامه دوم به شیخ مفید از برافروختن و شعله بر ساختن آتش پرشراره جاهلیت که گروه های اموی مسلک آن را برافروخته و گروه هدایت یافتگان را به وسیله آن میترسانند به سپر دفاعی تقیه پناه ببرید و بدان چنگ زنید یعنی چی؟ یعنی اینجوری به دستور شیخ مفید طرفداراش با بنی امیه مبارزه نمی کنند تقیه می کنند یعنی برای حفظ خودشون دروغ میگن پنهانکاری میکنن این چیزی که باب دیگه در شیعه نامه سوم به شیخ مفید ما اینک در قرار این خیلی توجه کنید ما اینک در قرارگاه خیش امام زمان میگه ما اینک در قرارگاه خیش در مکانی ناشناخته بر فراز قله سر به آسمان کشیده اقامت گزیده ایم که به تازگی به خاطر عناصری بیداد پیشه و بی ایمان به ناگزیر از منطقه‌ای پردار و درخت به اینجا آمده ایم و به زودی از اینجا نیز به دشتی گسترده که چندان از آبادی به دور نیز فرود خواهیم آمد و از وضعیت و شرایط آینده خیش تو را آگاه خواهیم ساخت امام زمان رو داره میگه بعد حرف که میزنیم میگن آقا چرا اهانت میکنی اینا همش توهینه دیگه چرا جمهوری اسلامی روز ویژه شیخ مفید تو تقویمش گذاشته؟ شیخ مفید رو بزرگترین تئوریسین شیعه معرفی میکنه. یکی از دلایلش بی تردید این تکرار قصه ملاقات با امام زمانه که مخصوصا آخوندهای حکومتی به عنوان امتیاز ازش استفاده میکنن. به قول ظریفی کسی که با امام زمان ملاقات کرده باشه که نمیاد جار بزنه. ولی اینا میان. مثل این آقا. شاه می آمد مشهد به زیارت ما رفتیم که نماز بخونیم مسجد هیچ کسی مسجد نه همه رفته بودن مردم حاشیه خیابان و ایستاده بودن که شاه ببینم من وضو گرفته بودن رفتم مسجد منتظر بودم که یک نفر بیاد که دو نفر بشه بعد یه قدی گله کردم با خدا صحبت کردم گله کردم که اینقدر مردم بی معرفت بی کمال زور گذشته یک ساعت دو بشه ما منتظر یک نفر بیاد که اقلا با من دو نفر بشیم نماز جماعت محقق بشه جماعت بخونه نیامده در این بنامه بوده یه وقت دیدم که یک آقای وارد مسجد شد وارد مسجد شد آقای هیچ جاش دیده نمیشه نه سر نه صورت همه نوره آمد و سلام رو روسی کردیم گفت بیا با من اقدا بکن رفتن تو مسجد جای من تو محراب من رفتن ایستادن وقتی از اون اوامر گفتن من رفتن من بودن به من اقدا کن گفتم چشم دیگه نگفتم تو کی هستی حال اینکه من سابقا به کسی نماز نمیخوانم چون خودم
امام جماعت همون مسجد 27 سال اونجا نماز جماعت میخونده. خب ببینیم وایسین همینجا در ادامهش میگه که همین ایشون میگه اختلافی داشته با یه آخونده دیگه سر پیش نمازی این مسجد، بعد وقتی امام زمانو میبینه این اختلاف حل میشه. حالا میگه حتما این حرفایی که الان میشنوین و همون موقع به همون مردم محلشون گفته دیگه که اختلاف با اون آخونده و این داستان. حالا گوش بدیم. من یه آقای را گذاشته بودم اونجا که نماز بخونه را وقتی رفتم مکه، وقتی از مکه آمده بودم اون آقا دیگه دلش نمیخواست بره، گفته بود آقای نمازی هم میاد نماز میخونه منم میام نماز میخونه، هر کسی میخواد آقای نمازی نماز بخونه، هر کسی میخواد با من. من به او گفتم باشه تو بیا نماز بخونه، من دیگه نمیام. حضرت هنوز شما ترک نکن نماز جماعت، شما بیا، شما که بیایی نماز او دیگه نمیاد، اگرم آمد او نماز بخون، تو نماز بخون و یا نماز بخون، تو صبر کن تو او بخونه یا او صبر کن تو. من دیگه رفتن نماز اونم نیامد. خب این آدم ها قاعدتا باید از خیلی چیزا خبر داشته باشن، مثل علائم ظهور حضرت امام زمان. با این دقت جبرئیل میاد آسمان اول نعره میزند، فریاد میزند الحق مع علی و شیعته، حق با علی و شیعه علی است. این ندای اول شبه 23 ماه رمضان سال ظهور امام زمان. امام صادق فرمود این حتمی است، منتظر باشید، دعا کنید. علائم حتمیه سال ظهور این اولش. دو، سه ندا در ما رجب میاد، این سه ندا هر سه از جبرئیل است، از آسمون صدا میاد. ندای اول جبرئیل تو ما رجب فریاد میزند الا لعنت الله علی الظالمین، این نشون است که امام زمان امسال ظاهر میشه. دو، ندای دوم جبرئیل تو همون مارجب عزفت العازفه، یعنی اقتربت، یعنی ظهور امام زمان نزدیک شد. سوم، جبرئیل فریاد میزند ان الله بعث المهدی فاسمعوا له واطيعوا. ندای سوم جبرئیل میزند مهدی آمد فاسمعوا واطيعوا. این سه ندا در مارجب. امام صادق فرمود اینم حتمی، این چکش خور نداره، این دوتا اینا حتمی هاشه. علامت حتمیه دیگر خسفون بالبیدا، بیدا از ظهوره، یعنی بیابانی که خیلی روشن تا آخرش پیداست، یعنی 100,000 لشکر سفیانی در این بیدا، در این مسطح بیابان و صحرا زمین دنوا میکنه، 100,000 فرو میرن به زمین الا دوتا. جبرئیل میاد پایین کله را میگیره بر میگردونه، یعنی الان من صورتم رو به شکممه، این میگیره بر میگردونه کله، صورت میره اون پشت میگیره میچرخونه، یکیشون میدوه میاد پلو سفیانی، یکیشون میدوه میره پلو امام زمان. جبرئیل کارا میکنه، اون که میاد پلو سفیانی میگه آقا جون 100,000 نفر زمین وا شد همه با هم رفتن پایین، اینم نشونش کله من میچ تو شده. این یکم از خدمت امام زمان میگه آقا جون ما بودیم بیام اینجور شد، او خبره برای آقا میبره، او خبره برای، البته آقا میدونه دا اینا که من میدونم، آقا میدونه بخشش که زلزله میاد و برف و بارون و اینا هم هست، البته دیگه پخش نکردیم، واقعا نخندیم. میلیون ها آدم به این چیزها اعتقاد دارن، میشنن گوش میدن، یعنی اعتقاد که چه ارز کنم میشنن گوش میدن، دکونه اینا هیچ وقت تخته نمیشه. بعد علائم دیگه هم هست از زمان ظهور حضرت، اونم روایت شده، یه که کوچیکو بشنویم برگردیم. انبیای بنی اسرائیل هرچه آثار نبوت داشتن داده بودن به 12 امام حضرت عیسی، اونم داده بود به سلمان فارسی، اونم داد به پیغمبر اسلام، همه پیش امام زمان هست، در نقطه از نجف و کوفه در یک جایی مستور، در یک پوست بزرگ بز وحشی به نام جفر، تورات اصل اونجاست، انجیل اصل اونجاست، زبور اونجاست و 71 کتاب دیگر به محض ظهور
علمای قوم نجف دیگران نامه می نویسن آقا ما منتظر شما این، باید معلوم بشه شما امام زمان واقعی هستید. ایشون میگه هادا خط علی بیده، هادا املاء رسول الله من فلق فیه و خط علی بیده، آنچه که در اختیار منه املاهای شفائی شخص پیغمبر از دهان مبارکشه و دست خط علی ابن ابی طالب. اینم خط شناسان اسناد انبیا را میفرسته پیش فقها. این دقت آدرس فلان هیچ کتاب تاریخی چرا نمیاد اینا؟ بعد ببینین این کتاب‌های آسمانی که همش رفته تو پوست بز چجوری تو کلام آخوندا میشه وسیله‌ای برای اینکه امام زمان خودش رو باید اثبات کنه به فقهای زمانه به وقت ظهور، یا بگه بله خط شناسا رو بیارین تا من بگم من امام زمان. بعد اون داستان مسجد جمکران رو که بارها در این برنامه صحبت کردیم که اختلاف سر زمین بوده طبق روایت‌های رسمی شیعه، کسی میخواسته زمین کسی دیگری رو بگیره، مال و اموالش رو بالا بکشه به کمک یه ملای تو قم، میره و این کارو میکنه و تو زمین غصب کرده مسجد جمکران رو میسازه و میاد میگه همش هم به دستور امام زمان بوده که من دیدمش با خضر رو تختی نشسته بود و به من گفت این کارا رو بکن. 1100 سال پیش حسن ابن مسلح جمکرانی میگه بعد از دیدار با امام زمان، حضرت مهدی مرا به نام خودم خواند و فرمود برو به حسن مسلم که در این زمین کشاورزی میکند بگو این زمین شریفی است و حق تعالی آن را از زمین‌های دیگر برگزیده است و دیگر نباید در آن کشاورزی کنی. همچنین نزد سید ابوالحسن یکی از علمای قوم برو و به او بگو حسن مسلم را احضار کند و سود چند ساله را که از زمین به دست آورده وصول کند و با آن پول در این زمین مسجدی بنا نماید. به مردم بگو به این مکان رغبت کنند و آن را عزیز دارند و 4 رکعت نماز در آن گزارند. خب خیلی زرنگ بودن اینا دیگه، این شیوه ها استفاده کردن بابا رو بدبخت کردن. ولی خب حالا یکیش اینجوری روایت شده که جمع شدن شده مسجد جمکران. ببینین این حرفا برد داره، عرض کردم میلیون ها آدم باور میکنن، بی خود نیست که جمکران و چاه جمکران درست میکنن، نامه میرسونن به دست امام زمان. و فقط هم امام زمان نیست که پیاماتون رو میبینه و میخونه و ممکنه نامه براتون بنویسه مثل شیخ مفید که براش نوشت، امامای دیگه هم پیامای شما رو میبینن و حتی اگه صوتی باشه میشنون، میتونین پیامک بزنین، میتونین پیام بذارین. هستن دلالایی که میرسونن به امام، پاسخ شما دریافت نمی کنید، کسی نمیگه بفرما، کسی نمیگه الو، کسی نمیگه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، اما شما پس از شنیدن بوق حرفاتون رو میزنید و انشاءالله دوستان توی قسمت صدا استخراج میکنن و خدمت شما بزنم که پیام های شما رو به محضر آسید شهده علیه السلام میرسونن. بله، وقتی مرز خرافات و مذهب از بین بره کار به جایی میرسه که آخوند و متولی دین هر چی بگه مردم عنوان امر مقدس باور میکنن. یه مثال روشن، سنگ سار کردن که اینقدر بحث سرش به عنوان یک اصل فقهی مطرح میشه، به گفته پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه، تو قرآن نیست، اینا رو دیگه تفسیر نیست و منم نمیگم، این خودش میشه یه حکم الهی سنگسار. چرا؟ چون حدیث داریم، چون روایت داریم. ببینین این پایگاه اطلاع رسانی حوزه است. سوال: لطفاً آن آیه از قرآن کریم که حکم رجم یا سنگسار را بیان فرموده کدام است؟ با تشکر. پاسخ: بسیاری از احکام دینی از سنت پیامبر استنباط می شود نه از قرآن کریم. مثلا اینکه سگ نجس است حکمی است که همه فقهای اسلامی قبول دارند ولی در قرآن بدان اشاره ای نشده. حکم رجم هم از همین قبیل است و از سنت پیامبر استنباط و نقل شده است. باری در خدمت آقای بهرام مشیری هستیم. خوش آمدید آقای مشیری به امشب صفحه آخر. درود بر شما دوست گرامی آقای صلاحتی، درود بر هموطنان گرامی بینندگان برنامه شما. آقای مشیری مقدمتا قبل از اینکه بریم وارد بحث‌های جدی‌تر بشیم بفرمایید که دعای تحویل سال، این یا مقلب القلوب و الابصار الاخر، از کجا آمد؟ خدمت شما عرض میکنم که وقتی ایران زیر تسلط علمای شیعه رفت اینها هر چه خواستن گفتن و فزون بر 1,000,000 حدیث جمع آوری کردن و برای مؤمن
برای هر عمل مؤمن اورات و ادعیه اختراع کردن به وجهی که اگر یک کسی شیعه بخواهد اینها رو اجرا کند از 24 ساعت چندین ساعت کم می آورد. یعنی فرض بفرمایید برای عذر میخوام رفتن به دستشویی یا بیت الخلا پای چپ رو که میگذارید چند سطر دعا هست میخوانید، وقتی مینشینید سنگینی رو بر پای چپ میاندازید، چندین سطر دعا به زبان عربی هست و عرض کنم که مولانا اینجا تسخر زده است به یکی از همینجور آدم ها، ریح جنت نصیبم کن. مولانا یعنی باد بهشت رو من بده، در حالی که مشغول عمل بود مولانا فرموده است گفت شیخ آور نیت آوردی لیک سوراخ دعا گم کردی. بنابراین در این روزگار هست که عرض کنم که این قضایا رواج یافت و برای هر عملی دعایی بود. خب طبیعتاً یک مطلب بزرگی مثل نوروز که امام زمان در نوروز عجم میدونید که ظهور میکند و امر بزرگی در دربار شاهان انجام میشد، آخوندها چنین چیز رو اختراع کردند. برابر تحقیقی که مخلص کردم و به دوستان اهل فن سپردم که در حوزه ها کار کرده بودند، اینها پیش از صفویه سابقه ندارد. این یا محول الحول والاحوال، اینها تکه پاره هاش در زاد المعاد مجلسی گویا پیدا شده و پیش از آن دارای سابقه نیست. دوست گرامی، و از اون به بعد دیگه سنت شده است. در روزگار ما هم مرحوم راشد می آمد و با همون صدای خاص خود این یا محول الحول والاحوال رو در هنگام سال تحویل می گفت. بنابراین این یک داستان جهلی است و از روزگار صفویه فراتر نمی‌رود. آقای مشیری، ببینین چرا اینقدر خرافات با مذهب خصوصا با تشیع آمیخته شده؟ یعنی ببینین همین دعای تحویل سالی که می‌فرمایید، اگر در سنت پیامبر به اون معنی که خب معتقدان چه اهل تسنن و چه اهل تشیع میگویند، اگر در سنت پیامبر نبوده است و نیست، ولی امروز ما میبینیم که بسیارانی در ایران، چه میدونم ایران یا در خارج، هر جا، به هر حال منظورم این است که بعد از سلطه حکومت جمهوری اسلامی و این فرهنگی که اینجوری تزریق شده به جامعه، بسیارانی این رو به عنوان یک امر مقدسی که باید انجامش بدن تلقی میکنن و اگه انجام ندن بسیار آزرده میشن که دعای تحویل سال خوانده نشد، باید خونده بشه و اینا. چرا این خرافات با تشیع اینقدر آمیخته است و فقط تو ایران این آخه؟ بله، اجازه بده خدمت شما عرض کنم دوست عزیز. شما اگر جهان رو بگردید، این میزان نفرت که بین شیعه و سنی هست در بین هیچ یک از در واقع شعب ادیان دیگر پیدا نمی کنه. این یک میلیارد و نمیدونم 300 میلیون سنی به خون شیعه تشنه است. چرا تشنه است؟ به خاطری که میگوید این شیعه بدعت آورده، این شیعه اصلا اسلام نیست، هیچ یک از اعمالی که اینا انجام میدن اسلام نیست. پایگاه شیعه از ابتدا بر خرافات بوده و سخن نادرست. یعنی وقتی خواستن این ساختمان رو بسازن که مبتنی است بر خلافت علی ابن ابی طالب و سب و لعن کردن اون دو سه خلیفه، از اونجا پایگاه خراب کار با خرافه شروع شده و این بزرگترین خرافه‌ای که از ابتدا باعث این همین چیزها شده، ابداع و اختراع قضیه قدیر خم. اصلا قدیر خمی وجود نداشته. هیچ یک از مورخان بزرگ اسلام اشاره ای به این قضیه نکردن. سهل است که خود علی ابن ابی طالب که بسیار ناراضی بود که او رو خلیفه نکردن و دائم غر میزد، به این مطلب هرگز اشاره نکرد و در نهج البلاغه هم وجود ندارد که سخنان ایشان است و در طول مدتی که خانه نشین بود مطلق نبود. محال بود که پیغمبر اسلام بیاید در این بیابانی
در بین مهاجرین و انصار بگوید بعد از من ایشون خلیفه است و همه فراموش کنند، یعنی عمر فراموش کند، ابوبکر فراموش کند، علی فراموش کند، همه اصحاب که بعد اینها ماخذ احادیث شدن همه فراموش بکنند، و اما فقط علمای شیعه بگویند چنین چیزی بوده، مطلقا و ابدا چنین چیزی نبوده، چون باعث شر میشد و علی در اون حد نبود که محمد او رو جانشین خود کند. و دلیل این که هرگز مأموریت مهمی حضرت محمد به علی نداده، حتی در جنگ تبوک گویا میرفتن ایشون رو گذاشتن مواظب زن و بچه باشه و بعد کسی دیگری رو خلیفه کردن به جای خود در مدینه. این است که اهالی مدینه گفتن نگاه کنید، این علی اون لیاقت رو ندارد که پسر عموش اون رو خلیفه مدینه بکند که ایشون سوار اسب شده و تاخت. خب این قسمت هایی که الان دارین میفرمایین در تاریخ آمده آقای مشیری؟ اگر قدیر خم نیامده و بنابراین باور کردنی نیست، هیچ جا ثبت نشده، حتی در نهج البلاغه؟ خب بفرمایید. بله، همین مطلبی که عرض میکنم، بله، در همه تواریخ هست، به جهت اینکه عبارتی گفته است که تو مثل هارون هستی نسبت به موسی، وقتی رسیده تعارف در حقش کرده، میگوید انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی من شما با ما برادر چنین، اون رو برگردونه، باز شغلم بهش نداده، یعنی هیچ، میگفت علی هر جا برود شر به پا میکنه. بنابراین از ابتدا کار علمای شیعه از ابتدا با خرافه و دروغ آغاز شده است و بعد میرسیم به موضوع امامت. من در اینجا آقای مشیر معذرت میخوام، من یک سوال کوتاه بکنم درباره قدیر خم که شما فرمودید بله مبنای تاریخی ندارد. خیلی خوب، این مبنای رواییش در واقع از چه زمانی مطرح شده است در تاریخ؟ عرض کنم که مورخین بزرگ اسلام اینا اسحاق هست، باقری ها هستن، مدائنی هست، طبری هست، ابن عسیر هست، هیچ کدام نیست. یک سطر کوتاه و اگر دقت بفرمایید خود ملاها نمیگوین واقعه قدیر خم، میگوین حدیث قدیر خم. این داستان عرض میکنم که شاید یک چیزی شاید عرض میکنم دو صد سال بعد از گذشت این روزگاران اینها رو به پا کردن و یعنی از دوره صفوی مطرح شده است یا قبلش هم بوده است؟ نه، پیش از اون اینها کاراشونی کرده بودن دیگه، در روزگار صفوی زمان بسیار گذشته بود. اما این که از چه تاریخی دقیقاً این داستان به میان آمده مشخص نیست، اما مطمئنن عرض کنم که قرنها آخوندهای شیعه وقتی که در واقع به صورت یک قشری در آمدن به بین اینها نویسندگانی پیدا شده، اینها این موضوع رو آوردن به عنوان حدیث قدیر خم، نه واقعی قدیر خم، چون چنین واقعی حادث نشد و مورخین هم بهش اشاره نکردن و جزء حوادث تاریخ اسلام نیست. میخوام خدمت شما عرض کنم که اسلام تنها دینی است که جمعی حوادثش به دقت ضبط و رد شده و نوشته شده، یعنی کوچکترین عمل رسول، کوچکترین سخنان او، حتی سکوت‌های او در ارتباط با جواب‌ها، اینا همه نوشته شده و عرض کنم که آمدن اینها رو جمع‌آوری کردن. واقعی عظیمی مثل جانشین، برگزیدن جانشین، چیزی نمی بود که پنهان بماند و خود علی هم فراموش بکند، هیچ ادعایی نکند و هیچ اشاره‌ای به قدیر خم نکند. این پایه اول هست. و بعد هم که ابوبکر عرض کنم به خلافت رسید، اینها 3-4 نفری بودند طرفداران علی و هر چه کوشیدن تعداد اینها به 9 نفر هم نرسیده، که گفتن سلمان فارسی گفت کردید و نکردید، یعنی یکی از طرفداران سلمان بوده، یکیش مقداد بوده و یکی 2 نفر دیگر که اینها طرفداران علی بودن برای خلافت. و بعد اینها آمدن و تئوری امامت رو به میان انداختن، یعنی اون که خداوند پیامبر رو فرستاده است
و استاد البشر حاجی نصیر طوسی میگوید که وقتی پیامبر آمد معجزه کرد و معجزه او قرآن است که هیچ کس نتوانسته است از فصحا و بلغا در ترکیب عبارات و جمل چنین چیز رسند. این خود یک مغلطه بزرگی است. هیچ کس نتوانسته است گلستان سعدی رو بیاورد، هیچ کس نتوانسته است از خونه شاهنامه فردوسی رو با دوباره سازی کند. این یک مغالطه بزرگی است. در واقع میگوین مغالطه burden of proof، یعنی شما یک عملی رو بگید شما برو درست کن، شما این معجزه است، اگر میگویید نیست شما بروید مثلش بیاورید. نیچه هم چنین چیزی رو گفته و هیچ کس هم مثل اون کتاب نساخته چنین گفت زرتشت باری. و بعد میگوید که بعد از در گذشته پیغمبر خلافت و امامت و حکومت این عرض متعلق به حضرت علی است و امام باید منصوص علیه باشد. به همین آخوندی که اشاره میکرد و آمد جعفر ابیاس و جعفر احمد، شما تو رو خود توجه کنید ببینید که این مغالطات و خرافات تا کجاست، که همون دو پوست و بز بودن را آورد که در اینها زبور نمیدونم داوود بود و تورات موسی بود و همه کتب آسمانی بود و ذوالفقار بود و اینها را علی آمد و تعلیم کرد به فرزندانش باطن قرآن رو به حسن و حسین و اینها شدن در واقع صاحبان زمین، اینها شدن نمایندگان خدا. و باز خواجه طوسی میگوید که به جهت اون که عرض کنم که مردم گرایش دارن به کارهای زشت، امامی قاهر و شخصی قاهر میگوید باید باشد که از این جرائم جلوگیری بکند. و چون خود انسان حتی حاکم ممکن است به گناه بیفتد، این هست که بایستی معصوم باشد و این معصوم بودن خاص ائمه است و منصوص باشد و بدین طریق میخواهد امامت رو به اثبات برساند. در حالی که ما میدانیم خود این ائمه، این 12 امام، خودشون قبول نداشتن که امام هستن. بزرگترین دلیلی که ما در دست داریم این هست که امام هشتم حضرت سامن الائمه که امروز در خراسان هست و بخش مهمی از کشور ما به نام ایشان شده متاسفانه، نشسته بود کار خودش رو انجام میداد و اون خاندان سه که قول داده بودند به مأمون که اگر ما امین رو کشتیم و در واقع خلافت اسلام تو را صافی شد، یکی از این علویان رو بیاری و ولی عهد بکنی. و مأمون گفت بگردید ببینید کدام از اینها لایق است. آمدن گفتن که علی موسی رضا لایق است. ایشان قبول کرد با طیب خاطر، با خوشحالی، و همه قوم و خیشان خود رو جمع آوری کرد که بیایید برویم که کار درست شد و خلافت به دست ما میافتد. من ولیعهد مأمون شدم. خب یک ذره عقل حکم میکنم که اگر این مرد امام بود و این امامت موروث بود و از جانب خدا آمده بود، دیگه ولیعهد مأمون رو قبول نمیکرد با اون خاری و زاری بیاید پای تخت و در خراسان و پای مأمون رو ببوسد و دست مأمون رو ببوسد و صبح به صبح بیاد به درگاه او دو زانو بنشیند. این ثابت میکند که اینا میدانستن که خبری نیست و این داستان امامت به طور کل از خرافات شیعه است. و بعد هم که رسیدیم به امام حسن عسکری، ایشون بچه نداشت، یک برادری داشت که میگویند جعفر کذاب بر سر ارث سر و صدا کرد. خلیفه دوچار مشکل شد که چه بکند، که اگر که یک زنی در پرده عصمت این امام آبستن باشد، تکلیف ارث و حرف این جعفر کذاب چه میشود. دستور داد زنهایشون رو آوردن، ماما گذاشتن، یک سال تمام مواظبت کردن، هیچ فرزندی تولید نشد و هیچ کسی ندید اون بچه را. بنابراین از اینجا منقطع میشه. منتها برای اینکه داستان در واقع تمام نشود، اینها آوردن داستان غیبت کبرا و صغرا و امام و بعد اون داستانهای لاطائل واقعا. خب این شباهتش با البته در مسیحیت هم هست، در بله بله زوربانی، بله بله در زرتشت به نوعی، بله بله از داستان هست، همه هست. ببینید آقای مشیری، این فرمایشات شما خب
هستند پژوهشگران دیگری که در دین اسلام و مذهب تشیع مذهب شیعه کار کردند اونها هم به نوعی بعضن همین سخنان رو نوشتن و میگوین از جمله همین موضوع فرزند نداشتن امام 11 امام حسن عسکری و بعد در نتیجه در واقع دروغ بودن اصلا حضور امام 12 این یه بخشه میتونیم این بحث ها رو بکنیم با همیشه ولی یه نکته دیگه که همیشه من بهش فکر کردم این است که خواستم باهاتون در میون بذارم که در این باره هم نظرتون رو بفرمایید ببینید در تمام جوامع فقط هم مربوط به ایران نیست مردم بعضی از مردم بخشی از جامعه به این چیزا اعتقاد دارن و با این چیزا آرامش میگیرن و بسا با این چیزا به دلیل اینکه اعصاب و روح و روانشون آرام میشود مشکلاتشون رو میتونن راحت تر حل بکنن با توسل به این چیزها و با دعاهایی که فقها نوشتن و شما اشاره فرمودید آیا نمی شود اینها رو به عنوان اعتقادات شخصی مردم در واقع بذارین باشه کاری بهش نداشته باشید و در واقع آن هدف سیاسی که حکومت دنبال می کند حکومتی که از همین چیز سوء استفاده کرده است و در حکومت و در قدرت سیاسی و داره ظلم می کنه او رو فقط در واقع هدف قرار بدین دوست عزیز اصلا مشکل ما اینجاست شما تشریف ببرید هندوستان میگوین هر 100 کیلومتر دین عوض میشه آقا اینها مسائل شخصی است باید شخصی بماند کل مشکل ایران زمین امروز همین هست مشکل کل ایران زمین همین هست که اینها جزء سیاست‌های دولت شده یعنی نماز اجباری دولتی عرض میکنم امام زمان اجباری این تمام این مراسم و مناسک این ثروت‌ها که ختمی از طریق دولته این مشکل ما همین هست اصولا آزادی خواهی یعنی اون که مردم آزاد باشن و هر آیین و دینی و هر خرافه‌ای که معتقد هستن عمل بکنن و دولت سیانت بکند که همه مردم بتوانن عقاید خودشون رو به قول اینجا یا پرکتیس بکنن معابد خود رو داشته باشن و دولت فقط نظم و برقرار بکند که مردم بتوانن این کارها رو انجام بدن این هم صحیح هست اما امروز مشکل ما داستان دولتی شدن خرافات هست دوست عزیز این فریادهایی که ما میزنیم به خاطر همین هست وگرنه سکولاریست که در واقع یک راه حل بسیار خردمندانه بود که اروپاییان آوردن همین رو گفت و آقا این آخوندها بسیار جنایت کردن اما ما امروز که آمدیم زیر سایه حاکمیت قانون میخوایم عمل کنیم و آزادی خواهی و احترام به در واقع به اندیشه انسانی و عقاید انسان آزاد باشند در کلیسا اونجا همه این سخنان رو بگوین و هر کس هر کاری میخواد بکنن اما اینکه با توپ و تفنگ و با زور و با تبلیغات این کارها رو دولتی کردن این مشکل ما در اینجاست جناب فلاحتی اصل قضیه دست گذاشتی آقای مشیری حالا قسمت های نوک زدیم در واقع تو این برنامه فرصت زیادی نداریم باز سوالی است که بسیاری از دوستان کردن که سید از کجا اومده ببینید سید در عرب به معنی آقا به معنی سرور شما اگر نگاه کنید به سیرت رسول الله که قدیم ترین تاریخ هست در باب زندگانی رسول اسلام اونجا فقط میگوید سید وقتی میگوید سید علی اطلاق یعنی محمد بعد حالا آمدن و بعد سید علیه السلام گفتن در طبری و بعد بقیه القاب رو اضافه کردن سید یعنی آقا از سوی دیگر اون چه مقصود نظر آقایان هست یعنی کسانی که از پشت پیغمبر هستن سیادت در تاریخ عرب و در فرهنگ عرب عرض میکنم به پسر بزرگ میرسد یعنی این که عربی شخصیت عربی در واقع شیخ عربی فوت شد میراثش به پسر بزرگ میرسه پیغمبر اسلام که سید السادات هست سید واقعی هست آقای عرب هست نداشت بنابراین اگر که از اون منظر به قضیه نگاه کنیم
این داستان داستان تقلب است. ما سیدی نداریم. اگر که قبول کنیم که بزرگترین سادات یعنی سید اصلی پیغمبر بوده که لقبش هم در تاریخ های نخستین سید هست، بنابراین ما نداریم. اما اینها از قرن در واقع ششم به بعد رفته رفته این داستان ها به میان آمد تا میرسیم به روزگار جدیدتر که تشیع جانی گرفته بعد از مغول و اینها، که دیگه این سادات خود شدن یک قشری از جامعه لازم الاحترام و برابر در واقع احادیث جعلی که ساختن چیزها در باب سادات گفتن. حتی من شنیدم که جمهوری اسلامی میخواسته است یا میخواهد که یه قانونی بگذارد که در مدارس بچه های سید یا سادات ابتدا وارد کلاس بشن و بقیه بعد به احترام سید بودن. این یک دوکانی بوده است دوست عزیز برای اینکه این گروه بتوانند سودی ببرن. قضیه اقتصادی قضیه رو شما فراموش نکنید در این معاملات. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم آقای بهرام مشیری. اشاره کوتاهی فقط بکنم که این تیکه‌ای که از روزنامه ما نشون دادیم الان ببخشید که آیت الله بوشهری گویا گفته است که سادات در همه کشورها باید شناسایی بشوند، برنامه ریزی کردن در پیوند با صحبت شما عرض میکنم آقای مشیری، برنامه ریزی کردن که سادات رو در همه کشورها، میگن فقط در ایران هم نیستند. بله، آیت الله بوشهری که میگویم فقط در ایران هم نیستن، در جاهای دیگه هستن و ما باید اینا رو شناسایی کنیم و ازشون حمایت مادی و معنوی بکنیم. عجب باقی قضایا دیگه. بله، با خودتون میدونید. درود بر شما مشیری، روزگارتون خوش. سپاسگزارم که در این برنامه صفحه آخر حضور داشتید. درود بر شما دوست عزیز. بله خب بریم دیگه، بریم که بتونیم پرده آخر رو ببینیم. بریم دیگه. هایی که غریزی انسان است و خدای متعال برای انسان قرار داده، مثلا غیرت. حتی این غیرت در میان حیوانات به خوبی مشهوده. یکی از چیزهایی که غیرت رو از بین میبره موسیقی هست. موسیقی و قناع در خانه و خانواده ها، آوازخوانی همراه با بزن و بکوب، اینها باعث میشه که غیرت حریم خانواده شکسته میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر 40 روز در خانه قناع نواخته شود، غیرت از اهل خانه به طوری می رود که اگر سرپرست خانواده بیاد منزل ببینه یه اجنبی با همسرش هست، هیچ تفاوتی به حالش نخواهد. خیلی همون بی غیرتی. شب و روزگار خوش.